شما دوستان، عزیزان و همراهان پرژن وارز جوایز فارسی مژده هستم با سری برنامه های سمینارهای تخصصی. مهمان امروز ما یک مهمان عزیز، مهنوش صالحی، در مورد ریتم و رقص میخوان صحبت بکنن. خانم صالحی عزیز خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. من دیگه در میان صحبت های شما صحبتی نمی کنم، سخنرانی شما که تموم بشه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. بفرمایید. بله، سلام میکنم خدمت همه دوستان. من مهنوش صالحی هستم و در کشور ژاپن رقص ایرانی رو تدریس میکنم. امروز در مورد ریتم و رقص میخوام صحبت کنم. پاورپوینت رو شیر میکنم با شما، امیدوارم که بتونید راحت ببینید. خب، من ابتدا میخوام در مورد منابع تولید ریتم صحبت کنم، اینکه هر ساز کوبه‌ای میتونه منبع تولید ریتم باشه برای ما و شاید از همه واضح‌تر برای ما تنبک هست، یعنی به گوش ما بیشتر از همه سازهای دیگه آشنا هست. ولی خب سازهای زیادی هست که همه در دایره سازهای کوبه‌ای محسوب میشن. من یک بخشی از اون سازها رو اینجا لیست کردم و فکر می‌کنم که شما میتونید همه رو ببینید. یک مطلبی که میخوام در ابتدای این مبحث توضیح بدم اینه که همیشه ما فکر میکنیم که یک منبعی تولید ریتم میکنه و اون وقت یک شنوندهی در یک نقطه اون رو میشنبه و شاید اون رقصنده باشه و تولید رقص کنه. در واقع اینطوری فکر میکنیم که فرکانس صوتی وقتی به گوش رقصنده میرسه داره میرقصه بر اساس اون ریتم. اما یک بخش دیگه هست، یعنی یک شکل دیگه از رقص هست که در واقع بر اساس ریتم تولید شده از یک منبع خارجی نیست، بلکه بر اساس ریتم تولید شده توسط خود رقصنده هست. برای اینکه من بتونم بهتر توضیح بدم، در مورد کشور هند اول میخوام توضیح بدم. رقصهای هندی خیلی رقصهای زیادی هستن و خیلی گوناگونی دارن. قدیمی ترین رساله رقصی که در دنیا وجود داره رساله ناتیا شاسترا هست که توی این رساله در مورد رقص هندی توضیح داده شده و از اون بابت این قدیمی ترین و شاید یکی از مهمترین ها هست که خیلی جزئی به مسائل پرداخت، یعنی حتی حرکت انگشت ها، حرکت دست ها هم در اون توضیح داده شده. در کشور هند در قسمت شمالش رقصی ما داریم به اسم رقص کاتاک که این رقص کاتاک رقصی هست که در اون حرکت پا زیاد استفاده میشه و در واقع رقصنده با حرکت پا تولید ریتم میکنه و این ابزار رو که اسمش گونگرو هست به پاهاشون میبندن و با اون میرقصن. در قدیم رقصنده به این ترتیب تولید ریتم میکرده و خودش میرقصیده، اما بعدها یک وسیله به اسم تابلا به قضیه اضافه شده که تابلا این در واقع مثل چیز شبیه همین تب هست و یک ابزار کوبه‌ای هست که الان در واقع رقصنده های کاتاک طوری هست که صدای تابلا رو میشنون و بر اساس اون میرقصن. اما در قدیم در واقع این خود رقصنده بوده که با پاهاش تولید ریتم میکرده و میرقصیده. یا اینکه قسمت دومی که میخوام بهش اشاره کنم رقصهای آفریقایی هست. ما تو رقصهایی که در کشور آفریقا هست میتونیم به کشورهایی بریم مثل تانزانیا و سومالی که در اون افراد با دست زدن تولید ریتم میکنن و در واقع یک منبع خارجی وجود نداره، یعنی رقصنده ها دارن دست میزنن و میرقصن با ریتمی که توسط بدن خودشون داره تولید میشه. حالا ما اگه بخوایم نمونه این رو در کشور خودمون بگیم، میتونیم بگیم که در شمال شرق ایران در میان ترکمن ها هم همچین رقصی در واقع وجود داشته. تقسیم بندی حرکت بر اساس ریتم بر بدن رو اگه من بخوام توضیح بدم، باید بگم چیزی که تا الان گفتم دست و پا بود، یعنی رقصنده های کاتاک از پا استفاده میکردن، رقصنده های آفریقا از دست، ولی استفاده از ابزار هم بوده. مثلا رقصهایی که توسط مثلا فرد با قاشق، رقصهایی که تو آذربایجان هست با قاشق یا با نلبکی تولید صوت میکنن و میرقصن، یا اینکه از ابزارهای دیگه مثل سنج استفاده میکنن. وقتی که ما داریم در مورد ریتم صحبت میکنیم، خب شکل امروزی طوری هست که ریتم های مختلف داریم.
یعنی ما یه کمی اصولی تر و یه کمی در واقع مدون تر داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم. وقتی در مورد موسیقی ایرانی صحبت میکنیم، یک بخشی داریم به اسم رینگ که این بخش ساخته درویش خان هست، در اواخر قاجار ساخته شده، مختص رینگ بوده و ریتم 6 و 8 داشته، در انتهای یک قطعه نواخته می شده و از لحاظ زمانی کوتاه بوده. یعنی در واقع اینطوری بوده که ما وقتی یک موسیقی یک قطعه کلاسیک رو می شنویم، پیش درآمد می شنویم، درآمد می شنویم، آواز می شنویم و در قسمت انتهایی درویش خان یک بخشی اضافه می کنه که معمولا 1-2 دقیقه بوده و به اون رنگ می گفتن و این مختص رقص بوده، یعنی رقصنده ها در اون لحظه می رقصید. اما ما بلندترین رنگی که داریم رنگ شهرآشوب است که فکر میکنم حدوداً 14 دقیقه است، ولی این رنگ یک رنگ ترکیبی هست. در واقع اینطوریه که هر گفته میشه که نوازنده های مختلف بخشی رو که خودشون ساختن به رنگ اولی که نام شهرآشوب بوده اضافه کردن و به همین دلیل هست که الان ما رنگی داریم که با همه رنگ های دیگه متفاوته و از لحاظ زمانی بسیار طولانی تر هست. من اینجا میخوام در مورد ریتم 6 و 8 صحبت کنم. این ریتم 6 و 8 که ما همیشه ازش صحبت میکنیم و به عنوان یک ریتم مختص رقص در فرهنگ ایرانی میشناسیم، در واقع همیشه ریتم های 6 و 8 هم در موسیقی ایرانی ریتم رقص نیست. مثلا مرغ سحر هم ریتم 6 و 8 هست، ولی ما یک اصطلاحی در واقع بین ایرانی ها جا افتاده و ما اینطوری فکر میکنیم که خیلی مواقع وقتی میگن که آهنگ 6 و 8 بذار، طرف مقابل ناخودآگاه به این فکر میکنه که یک آهنگی میخواد که مختص رقص باشه. ولی من این ریتم 6 و 8 رو میخوام یکم بیشتر توضیح بدم اینجا براتون. ریتم 6 و 8 اصلا چی هست و ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ریتم 6 و 8 اگه بخوام از لحاظ ساختارش بگم، اینجا نشون میدم که 6 ریتم 1/8 هست، که حالا این 1/8 از کجا اومده، نمودار کشش نوت ها رو گذاشتم و این 1/8 قسمتی هست که ریتم چنگ هست و در واقع 1/8 ریتم واحد است و وقتی که 6 تا از این 1/8 ها کنار هم قرار بگیره ما اون ریتم رو ریتم 6 و 8 میخونیم. اینجا دلم میخواد در مورد ریتم لنگ هم یه مقداری توضیح بدم و اینکه نحوه تقسیم ریتم لنگ چیه، تاریخچه ریتم لنگ چیه در موسیقی ایران. ببین، ما همیشه ریتمایی که در موردش صحبت میکنیم، مثلا ریتم 6 و 8 رو خیلی میگیم، ولی ریتمایی داریم که 5 5 8 7 8 هست که اینها ریتمای لنگ محسوب میشه و در واقع این علامتی که من اینجا زدم در نواحی خراسان خیلی زیاد هست. من اینجا یه اشاره میکنم به صحبت های خانم سیما بینا، چون ایشون یک زمانی که در یک دانشگاهی، دانشگاه ایرواین اگه اشتباه نکنم، در کالیفرنیا صحبت میکردن، توضیح میدادن که اوایل وقتی به رادیو میان و میخواستن که موسیقی بیرجند رو در واقع بخونن، آهنگساز هایی که باشون کار میکردن مثل آقای پیرنیا، خیلی براشون سخت بوده که این ریتم 7-8 رو بگیرن و ایشون فکر میکنم اشاره میکرد که آهنگ لیلا خانوم رو میخواستن بخونن که ریتمش 5-8 بود و به نظر در درجه اول به نظر نوازنده ها میومده که این ریتم اشتباه هست. یکی از دلایلش اینه که میدونید مردمی که در مرکز ایران بودن تا زمانی که حالا رادیو هنوز زیاد گسترش پیدا نکرده بوده، ریتم 5-8 و 7-8 یعنی در واقع ریتم های نواحی رو نشینده بودن و بعدها که از طریق رادیو بیشتر شنیدن با این ریتم ها آشناتر شدن و الان شاید هر جای ایران ریتم مثلا 5-8 و 7-8 رو بذارن، درسته که ایرانی خیلی هاشون شاید نمیدونن که این ریتم چند چنده، ولی به گوششون باز این ریتم آشناست. ولی زمانی که ایشون برای اولین بار وارد رادیو میشن و میخواستن که در واقع آهنگ لیلا خانوم رو بخونن، توضیح میدن که این ریتم موقع اصلا ریتم شایعی در نواحی مرکز نبوده و بعدها یک آقای پیکمان، آقای تهرانی، آقای استاد تهرانی میان که توضیح میدن که استاد ابوالحسن سبا وقتی که به نواحی مختلف رفته و در مورد موسیقی های ایرانی تحقیق کرده بوده، در مورد این نوع ریتم هم نوشته بوده و بعد میتونن که اجرا کنن. نحوه تقسیم ریتم لنگ که ما 5 7 9 11 13 میخونیمش معمولا اینجوریه که مثلا وقتی من میخوام بگم باید بگم 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 و تاکیدم روی 1 باشه. این زمانی هست که ما میخوایم بنوازیم معمولا، ولی در مورد رقص ما اینو یک نوع دیگه تقسیم بندی میکنیم که اون رو من بعدها بیشتر توضیح میدم.
از این لحظه بعد میخوام در مناطق مختلف ایران برم و ریتم ها رو در مناطق مختلف ببینم و تاثیرات کشورهای دیگر رو بر ریتم ایرانی مشخص کنم. اول به سمت شمال غرب کشور میرم، رقص آذری، و ما میدونیم که تو این منطقه ریتم 6 و 8 و ریتم 7 و 8 ریتمی هست که بسیار بسیار متداوله. به سمت غرب کشور میرم، رقص کردی که شکل رقص یک شکل دایره‌ای هست، معمولا شانه به شانه وایمیستن. حرکت اصلی رقص کردی حرکت پا هست و دست به صورت زنجیره خطیه. ریتمی که اینجا بیشتر به کار می‌بریم به غیر از ریتم 6 و 8 ریتم 2 هست، ریتم 2 4. اینجا یک نکته ای که هست اینه که شما اگه به سمت غرب کشور برید کلا ریتم 2 افزایش پیدا می‌کنه، یعنی کردستان بعد وقتی وارد عراق میشید میبینید که ریتم 2 یک ریتم نامتداولی نیست، ریتم متداوله. از سمت دیگه من قسمت بالا رو که الان توضیح دادم آذربایجان، شما اگه به کشور آذربایجان که البته خب بخشی از ایران بوده یک زمانی، ولی مثلا ارمنستان هم که برید میبینید که ریتم 6 و 8 خیلی زیاده. پس تا اینجا به این نتیجه میرسیم که واقعا تاثیر کشور همسایه حتما بر موسیقی اون منطقه بوده. من به سمت جنوب کشور میرم، رقص بندری رو میخوام توضیح بدم که معمولا با نیمبان و قلم جفتی نواخته میشه و پلی ریتم هست. این پلی ریتمش خیلی مهمه به خاطر اینکه شاید مهمترین، شاید بارزترین نقطه ایران که پلی ریتم داره نواحی جنوبی ایرانه. حالا در این مورد بیشتر میخوام توضیح بدم. ریتمی که ما اینجا داریم ریتم 2-4 و ریتم 6-8 هست. ریتم 2-4 در کشورهای عربی خیلی زیاده. در مورد رقص بندری یه توضیح کوتاهی میدم و بعد باز دوباره برمیگردم به ریتم ها. رقص بندری رقص سرکنگی داره که سرکنگ در واقع به معنی شانه هست و لرزش شانه، لرزش بدن داره، بیشتر آقایون انجام میدن، و برای سرکنگی داره که رقص زنان هست که شامل لرزش شانه هم هست. این مطلبی که من پایین نوشتم موسیقی نواحی ایران در واقع رفرنس این بخشی هست که من تا الان برای شما توضیح دادم. در رقص بندری ما چوپیه 4 دستماله داریم که در اطراف بوشهر رواج داره و دارای نمایش دایره‌ای هست. رقص بندری نکات مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس داره. یکی اینکه استفاده از ملودی عربی در این رقص بندری بسیار زیاده. دوم اینکه ریتم 2 و 4 همین که من الان توضیح دادم در کشورهای حاشیه خلیج فارس زیاد استفاده میشه. و این رقص بندری نکات مشترک با مناطق بلوچ نشین هم داره. یکی مهمترین نقطه مشترکش استفاده از قیچک است. قیچک یک ابزار و یک در واقع میتونم بگم یک آلت موسیقی هست که در مناطق جنوبی خصوصا در شهر میناب توی استان هرمزگان خیلی زیاد استفاده میشه و شکلش اینجا، عکسش اینجا گذاشتم میتونید ببینید. به غیر از این نقطه مشترک دیگه‌ای که با بلوچ ها دارن، رقصای بندری با رقصای در واقع میتونم بگم با فرهنگ بلوچی داره، استفاده از ملودی های فرهنگ بلوچ هست. و یک رقصی در جنوب ایران رواج داره به اسم رقص رحمانی که استفاده از چوب در رقصه و شما این استفاده از چوب در رقص رو بیشتر در نواحی میتونیم بگیم بلوچ نشین ایران میتونید ببینید. تاثیرات قاره آفریقا رو میخوام توضیح بدم. یکی این که من قبلا همین چند اسلاید پیش اشاره کردم که پلی ریتم یا چند ریتمی در سمت جنوب ایران خیلی زیاده. ملودی های آفریقایی در واقع با مهاجرت بردگان آفریقایی به خلیج فارس وارد کشور ما میشه. یکی دیگه از تاثیرات قاره آفریقا میتونم بگم بر رقص‌های جنوبی رقص زر هست که یک مراسم مذهبی آفریقایی هست، یا رقص هوا که این رقص در جنوب سودان رواج داشته و به عنوان یک نوع درمان یا شفا استفاده میشده و الان در ایران رقصی که به اسم رقص هوا داره انجام میگیره که یک کمی آمیخته با ایده های اسلامی داره اجرا میشه. و نکته مشترک دیگه که تاثیرات قاره آفریقا بر رقصای جنوبی ایران داره تولید ریتم با حرکت دست است. این تو این زمینه من میخوام یه توضیح کوتاهی بدم. ما در رقص بندری یک نوع خاصی از دست زدن داریم به این ترتیب میزنیم، دستمون رو به این ترتیب میزنیم. این دقیقا شما اگه نگاه کنید در رقص تانزانیا دیده میشه. من به این دلیل که زمانم کوتاه بود ویدیو اینجا نذاشتم، ولی اگر حالا یک زمانی لازم باشه میتونم
اون رفرنس ها رو بفرستم. من این مطلب رو رفرنس رو زیرش نوشتم از کجا در واقع برداشت کردم و وارد صفحه بعد میشم. نژادهای متفاوتی که در جنوب ایران هست، نژاد عرب هست، ما هندی داریم، بلوچ داریم، فارس داریم، آفریقای سواحلی که بهشون آفرو ایرانیان میگیم، که شما این نقشه که من سمت چپ گذاشتم در واقع از سال 1500 تا 1900 نقشه مهاجرت انتقال در واقع بردگان از کشورهای آفریقایی به حوزه خلیج فارس خیلی مشخص هست. یعنی شما اینجا میبینید که من اشاره کردم مثلا دست زدنی که توی تانزانیا داریم، میبینیم که از تانزانیا خیلی زیاد اومدن و همین باعث شده که ما خیلی مواقع احساس کنیم که اصلا از لحاظ ریتمی یه بخشهایی کاملا شبیه حالا ریتمای آفریقایی هست در جنوب ایران. در مورد رقص بلوچی میخوام توضیح بدم که در واقع با فلش، یه فلش قرمز نشون دادم. اینجا ریتم 6 و 8 و ریتم 7 و 8 هست، ولی ریتم غالب در ناحیه بلوچستان ریتم 6 و 8 هست. ریتم 7 و 8 چون در افغانستان وجود داره، کشورهایی که ببخشید شهرهایی که در مجاورت با افغانستان هستن معمولا تا حدی اون ریتم رو دریافت میکنن. به شمال کشور میرم، رقص قاسم آبادی که فکر میکنم خیلی چون خیلی مشخصه که و فکر میکنم همه ایرانی باش آشنایی دارن، دیگه توضیحی در مورد خود رقص نمیدم. یک لباسی داره که کاملا لباس شاخصی هست و در این قسمت ریتم 6 و 8 و ریتم 7 و 8 داریم. ببینید من تا الان همه توضیحاتی که دادم تقریبا تو همه ایران ما رو ریتم 6 و 8 داشتیم، ولی ریتم 7 و 8 و 2 و 4 بستگی به منطقه فرق میکرد. و در مورد رقص ترکمن ها میخوام اشاره کنم که در شمال شرق کشور هست. یک رقصی دارن به اسم رقص خنجر که یک رقص دست جمعی هست و در اصل این رقص بدون موسیقی برگزار میشده و ریتم اصلی با ضربات پای ایجاد میشده. این اشاره داره به همون قسمت اولی که توضیح دادم که ریتم توسط این منبع بیرونی تولید نمیشه بلکه توسط خود در واقع رقصنده داره تولید میشه. رقص دیگه‌ای دارن در ترکمن ها، یک رقص دیگه دارن به نام پرخانی که یک مراسم آیینی بوده و امروز بیشتر جنبه نمایشی داره. ولی ما به غیر از رقص ترکمن ها در شمال شرق کشور رقص های کرمانجی رو هم داریم که در واقع رقص یک نوع رقصی هست که ریتمش 6 و 8 هست و رقص کرمانجی در واقع یک شاخه ای از قوم کرمانجی، شاخه ای از اقوام کرد محسوب میشن ولی ریتمی که بیشتر استفاده میکنن ریتم 6 و 8 هست. به مرکز ایران میرم، تقریبا مرکز رقص قشقایی رو داریم. ما تو رقص قشقایی که من الان محلش رو نشونتون میدم در واقع مرکز ایران تو استانهای فارس هست، اصفهان هست، نزدیکای کوهتلی و بویراحمد هست، جاهایی که بالاخره ایل قشقایی بودن. رقصای قشقایی شامل چند حرکت هست: آغور حله، لکه حله و هوینما. همونجوری که شما الان از اصلا نحوه گفتن مثلا هوینما معلومه که این واژه ترکی هست، چون اوینماک به زبان ترکی یعنی رقصیدن. اقوام قشقایی به زبان ترکی صحبت میکنن ولی از لحاظ در واقع پوشش و نوع رقص خیلی شبیه به بختیاری ها هستن. موسیقی که در رقص قشقایی استفاده میشه 6 و 8 و 7 و 8 هست. من در مورد رقص لوری هم اینجا توضیح بدم به خاطر اینکه از لحاظ لباس شباهت دارن. ریتم رقص لوری بیشتر ریتم 6 و 8 هست و حرکاتش حرکات سماسنگین دو پا و سه پا هست. این یه نکته خیلی مهم داره به خاطر اینکه ما الان ریتم 6 و 8 رو که به در رقص لوری بهش میگیم حرکات سماسنگین، اگه شما در به کشور ترکیه برید، اگه شما به کشور ترکیه برید میبینید که در کشور ترکیه اصلا اسم، چون در کشور ترکیه اصول موسیقی ترکیه طوری تقسیم میشه که بهش اصول میگن، یعنی بر اساس ضرب آهنگ 2 3 4 5 6. در ترکیه به ضرب آهنگ 6، در موسیقی ترکیه به ضرب آهنگ 6 اصلا میگن سنگین سما که به معنی سما سنگین هست. ریتم در رقص قشقایی رو توضیح میدم. ابزارهایی که به کار میرن در رقص قشقایی موسیقی، ابزارهای موسیقی که به کار میرن کرنا و نقاره هست، ریتم 6 و 8 و ریتم لنگ 7 و 8. خب
من تا اینجا یک چیزایی که تا الان توضیح دادم و یک خلاصه بکنم. من به سمت شمال غرب ایران رفتم، گفتم ریتم 6 و 8 دارن و 7 و 8. شمال شرق 6 و 8 دارن، 7 و 8 هم دارن. سمت غرب کشور 6 و 8 و 2 و 4 دارن. سمت جنوب 6 و 8 و 2 و 4 دارن. سمت شرق کشور بیشتر 6 و 8 دارن و الان به مرکز کشور 6 و 8 و فقط قشقایی ها هستن که در مرکز در واقع ریتم 7 و 8 دارن. و اینجا میخوام یه بررسی کنیم در مورد ریتم 7 و 8، چون ریتم 7 و 8 7 و 8 در واقع اگه نگاه کنید میبینید که از سمت غرب چین شروع میشه و میاد میرسه به سمتهای ترکیه، حتی از ترکیه هم یه مقداری رد میشه. ما این مسیر رو اگه نگاه کنیم میبینیم که مسیری که مسیر جاده ابریشم بوده، در تمام این مسیر ما موسیقی 7 و 8 رو داریم. ما در تمام این مسیر جاده ابریشم موسیقی 7 و 8 رو داریم، یعنی در تاجیکستان داریم، حتی در ازبکستان داریم، بعد میایم شمال کشورمون داریم، میرسیم شمال غرب کشورمون داریم و باز رد میشیم، حتی تو ترکیه هم داریم. تنها جایی که این وسط به صورت استثناء خارج از این منطقه، در واقع میتونم بگم خارج از محدوده جاده ابریشم، رقص ریتم 7 و 8 داره، قشقایی ها بودن که در مرکز ایران بودن. و خانم رابین فرنس یک نظریه‌ای در این زمینه داره که به نظر من بی جهت هم نیست، یعنی میتونه درست باشه، اینکه از اونجایی که زبان قشقایی ها به زبان ترکایی که در ازبکستان هستن نزدیک هست، این نظریه رو دارن که اصلا قشقایی ها از اینجا مهاجرت کردن و شاید بخششون از اینجا مهاجرت کردن و به همین دلیله که زبانشون مال اون منطقه است و از لحاظ در واقع ریتم موسیقی هم که دارن استفاده میکنن بیشتر به این منطقه نزدیکه. خب در واقع میخواستم اینجا توضیح بدم که مسیری که ما همیشه داریم طی میکنیم و میبینیم که ریتم 7 و 8 هست، ما تا اینجا کشور ایران هست و ایرانو داریم، ولی از ایران که رد میشیم میبینیم در کشورهای دیگه هم ریتم 7 و 8 وجود داره. ریتم 7 و 8 رو وقتی ما میخواییم در رقص استفاده کنیم، میایم تقسیم میکنیم، دو حالت داره، تقسیم کردنش دو حالت داره، یکی این که 3 2 2 باشه یا 2 2 3 باشه، به همون میزان که به همون ترتیبی که ما تقسیم میکنیم حرکات رو هم تقسیم کنیم. هر جایی که 3 هست معمولا کندتره و 2 2 تندتره. من الان توضیح دادم که ریتم 7 و 8 فقط در مناطق ایران نیست، در کشور تاجیکستان رقص کلوبی که هست بر اساس ریتم 7 و 8، شرق دریای سیاه رقصایی انجام میدن که بر اساس ریتم 7 و 8، آناتولی غربی رقص ماندالو رو داره که ریتم 7 و 8 داره، مقدونیه ریتم 7 و 8 داره و بلغارستان. ولی نکته مهم اینه که خارج از این نواحی ما خیلی خیلی کم میبینیم، یعنی ما در مناطق دیگه اروپا یا در مثلا کشورهای دیگه جنوب آمریکا خیلی کم اینجور، حتی در کشورهای آفریقایی ریتم 7 و 8 رو دیگه نمیبینیم. من ریتم‌های رایج در ترکیه رو بر اساس ضرب آهنگ میخوام توضیح بدم. برای چی حالا ترکیه رو میخوام توضیح بدم؟ بخاطر اینکه ما تا این لحظه توضیحاتی که دادیم به شهرهای مختلف که رفتیم کاملا مشخص بود که از کشورهای همسایه در واقع ریتم رو گرفتن، یعنی تأثیرات ریتم رو داشتن. ولی وقتی که به کشور ترکیه نگاه کنیم، چون ترکیه موسیقی ترکیه دارای ریتم های بسیار زیاده، یعنی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 32 88، همه این ریتم ها رو ما در موسیقی ترکیه میبینیم و بسیار غنی هست، بسیار غنی هست. وقتی که شما بخواید تأثیرات، در واقع ترکیه یک جایی هست که از همه انگار جاهای مکان های اطرافش تأثیر گرفته و هم ریتمش رو میتونیم خیلی خوب بفهمیم. اگر ریتمای ترکیه بخونید، ریتمای ترکیه رو مطالعه کنیم یا اینکه اصلا در مورد رقص های ترکیه تحقیق کنیم، یک در واقع منبع بسیار گسترده‌ای میشه و ما خیلی بهتر میتونیم بفهمیم که شباهت رقص ها در کجا هست. در ترکیه ریتمای رایجی که هست، من الان شما گفتم میزانش خیلی زیاده، ولی
در مقایسه اگه با ایران بخوام بگم که در ایران ریتم دو ما زیاد داشتیم، 6 و 8 زیاد داشتیم و 7 و 8، اما در ترکیه نیم سفیان 2 هست، ریتم سفیان ریتم 4 هست. بعد یک ریتم 5 دارن که بهش میگن ترک آکساگی، و این نکته جالبیه به خاطر اینکه من به شما توی توضیحاتم گفتم که ریتم 5 و 7 ریتم لنگ، ما بهش میگیم ریتم لنگ، در زبان ترکی هم ترک آکساگی یعنی آکساگ یعنی لنگ، و خیلی جالبه که اسمش هنوز همونه. یا اینکه مثلا وقتی من داشتم قسمت موسیقی لوری رو توضیح میدادم به شما گفتم ریتمشون 6 و 8 هست و ما در موسیقی لوری سمای سنگین داریم که به زبان ترکی سنگین سمای میگن یا آگیر سمای. آگیر سمای آگیر به زبان ترکی همون معنی سنگین رو میده. ریتم 7 دوری هندی، دوری توران و حتی دوری آریان دارن توی موسیقی ترکی، که در واقع دوری همون دور هست، دور ترکی، دور هندی. و موسیقی 8 و دوباره ریتم 9 که به شما گفتم ریتم لنگ هست رو دوباره میبینیم که اینجا دارن. من چکیده صحبت هم میگم، یکی این که ریتم 6 و 8 در ایران ریتم متداوله، ریتم لنگ در مسیر جاده ابریشم و قوم قشقایی رواج یافته، جنوب ایران بیشترین تنوع ریتم رو از کشورهای دیگران از کشورهای دیگه دریافت کرده، بخاطر اینکه نه تنها از همسایه هاش مثلا سیستان و بلوچستان یا در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس، بلکه ریتم های آفریقایی رو هم داره، و در میان کشورهای همسایه ایران ترکیه بیشترین تنوع ریتم رو داراست. من رفرنسم رو اینجا گذاشتم ولی به این دلیل که میزان در واقع استارت های من بیشتر بود و بعد کم کردم، نمیدونم یه مقداری از رفرنس کم کردم، نمیدونم حالا درست کم کردم یا نه. بله و در اینجا پرزنتیشن من تمام میشه، اگر سوالی دارید بکنید بفرمایید. خیلی ممنون خانم صالحی عزیز، منو که همچون داشتم دنبال میکردم مواد چیزی رو میس کنم، چقدر جامع توضیح دادیم در موردش. اگر اجازه بدیم من دیگه با پرزنت با پاورپوینتتون کاری نداری؟ نه کاری ندارم، البته اگه سوالی باشه که مرتبط باشه استفاده بعد دوباره میتونیم برگردیم بهش. من سوالم بسیار حالا سوالی که من میخوام از شما بپرسم، همه اینا که توضیح دادین بسیار جامع و کامل بود، خیلی در مورد تاریخچش صحبت کردین، در مورد ریتم صحبت کردین، شما این رو داریم تدریس میکنین، این رو چجوری در مورد همه اینهایی که صحبت کردین، چون ریتم 6 و 8 یا ریتمایی که الان شما در موردش حرف زدین یه ریتمیه که با رقص ایرانی هماهنگش کردین، اینو چجوری تدریس میکنین به کسانی که غیر ایرانی هستن؟ من چون در کشور ژاپن هستم و در واقع ژاپنی ها از ابتدای تحصیل که شروع میکنن ریتم 4 رو تمرین میکنن، یعنی ژاپنی ها با ریتم 6 و 8 خیلی غریبن، اگه بخوام راحت بگم خیلی باش اخت نشدن و خیلی غریبه هستن. معمولا من اگه بخوام در ابتدای تدریس یا اگه ورکشاپ یک روزه باشه اصلا ریتم 6 و 8 انتخاب نمیکنم، من معمولا یا ریتم 4 انتخاب میکنم یا ریتم 3 که حالا نزدیک به والز هست و آشنایی بیشتری باهاش دارم. ولی اگر کسی بخواد به صورت طولانی مدت در واقع رقص فارسی رو به صورت جدی، رقص ایرانی رو به صورت جدی دنبال کنه، بعد از اینکه یک آهنگ رو در واقع با ریتم 4 تمرین کردیم، یک رقص رو با ریتم 4 تمرین کردیم و اونها فضای اون رقص رو فهمیدن، من معمولا با رنگ شروع میکنم و رنگ دشتی یا رنگ ابوعطا، گاهی حالا با رنگ هایی که یکم زمانشون بیشتر هست، و معمولا اینطوری هست که متوجه میشن، درسته که زمان بره ولی متوجه میشن و اون شمارش رو میفهمن و پیش میرن. اما خب طبیعیه که ریتم 4 براشون آسان تره و اصلا یکی از دلایلی که توی ژاپن شاید به دیدنس خیلی رواج داره اینه که ژاپنی‌ها با ریتم 2 و ریتم 4 آشنا هستن. پس در حقیقت زبان مشترک احتیاج، یعنی زبان مشترک حتما نباید لزوما از یعنی ریتم 6 و 8 رو بشناسن یا تاریخچه‌ای بدونن، شما وقتی شروع به تدریس می‌کنین برای تمرین؟ آره، من معمولا وقتی که یک جلسه حالا تا حدی توضیح میدم، از جلسه‌ای که به صورت کلاس باشه و نه ورکشاپ، معمولا رینگ رو براشون توضیح میدم، اون مدل ریتم رو توضیح میدم،
و بعد شروع میکنیم به شنیدن اون، شمردن و متوجه میشن که چطوری باید تقسیم بندی کنن و چطوریه حال و هواش چطوریه. در مورد بیس هم صحبت میکنیم، کسی که بخواد از ابتدا شروع بکنه با کدوم، تو صحبتتون اشاره کردیم، ولی حالا اینکه یه کسی که مبتدی باشه خب مسلما فرق داره با کسی که پیشرفته این ریتم رو میشناسه، از کجا شروع میکنید و بعد به کجا میرسه؟ در مورد هنرجوهای ژاپنی داری سوال می‌پرسید؟ در مورد کلاً هنرجوها، حالا ایرانی و غیر ایرانی، شما تفاوتش رو بهتر می‌دونید، اینکه حالا ژاپنی باشن. می‌دونید در واقع چطوریه؟ اینطوریه که شما هر ریتمی رو که از بچگی شنیده باشید، در واقع اصلا نهال ریتم، هر آوازی، هر شعری رو که از بچگی شنیده باشید، حفظ کردنش برای شما راحت داره. ژاپنی ها مسئله‌ای که هست اینه که واقعاً ریتم ششاهش رو نشنیدن. یعنی هنرجوی ایرانی اگر مبتدی هم باشه ریتم شش و هشت رو شنیده، ولی یک ژاپنی ممکنه واقعا اصلا نشنیده باشه ریتم شش و هشت رو و اصلا اون حال و هوای شش و هشت رو ندیده. مثل اینکه ببینید ما که ایرانی هستیم، شاید اگه یه ریتم مثلا بریم تایلند، جایی که رقص تایلندی انجام میدن، اصلا شاید با اون آهنگی که اونو بذارن به نظر ما این آهنگ آهنگ مناسب رقص نباشه، در حالی که به نظر خودشون مناسب رقصه. ما هم در واقع در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که از بس که شنیدیم، از بس که رقصیدن با این آهنگ، از بس که دیدیم که میرقصن، فکر میکنیم که ریتم 6 و 8 مناسب ترین ریتم رقص ایرانی است و در واقع وقتی شروع میشه همه میگن خب مثلا شروع شد، پاشیم برقصیم، اون حس حال و هوای رقصیدن رو ایجاد میکنه. ما در مورد ژاپنیایی که میان رقص ایرانی یاد بگیرن، خب واقعیت همینه، اون ریتم 6 و 8 که میشن اون حالت ایجاد نمیشه، اون حالت و اون حس رقصیدن ایجاد نمیشه. به خاطر همین یکی از مهمترین کارهایی که من فکر می‌کنم توی رقص باید انجام بدی وقتی به خارجی داری یاد میدی اینه که قبل از اینکه اصلا شروع کنیم به رقصیدن اون آهنگ رو خیلی بشنون و بفهمن که کجاش مکس داره، کجاش سکوته، کجاش بالا میره، کجاش پایین میاد و اونو درک کنن، بدنشون به اون عادت کنه. خیلی ممنون مهنوش جان از برنامه‌تون. من همینجا از همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن خواهش میکنم هر کس هر سوالی در مورد این سمینار و سخنرانی داره برای ما ارسال بکنید. ما از خانم مهنوش صالحی تقاضا میکنیم که یک بار دیگه تشریف بیارن و پاسخگوی سوالات شما باشن. مهنوش صالحی عزیز، اگر که صحبتی دارید ما در خدمتتون هستیم برای حسن ختام برنامه. خیلی ممنون، نه من صحبت خاصی ندارم، خیلی ممنون که همراه من بودید و صحبتهای منو شنیدید، اگر سوالی باشه در خدمت هستم. به اتفاق میهمان عزیز برنامه خانم مهنوش صالحی از حضور همه شما عزیزان خدافظی میکنم تا دیدار دیگه. لبخند از رو لباتون دور نشه. خدا نگهدار. مژده هستم از پرژن بارد جوایز فارسی در ادبیات، موسیقی، هنر، سینما و بیزنس. برای مشاهده ویدیوهای جوایز فارسی چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که برنامه های ما رو میبینید. ما رو در پیج اینستاگرام از این بالا فالو کنید تا همیشه جدیدترین خبرهای پرژن وارد اولین نفر برای شما برسه.